رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام. سلام، بفرمایید. وقت شما به خیر جناب پلاسوی. وقت شما خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. واقعیتش من تماس گرفتم برای یه مسئله ای که حالا من و همسرم شاید اختلاف نظر داریم راجبش و برای زندگی بهتر میخوایم تلاش کنیم. واقعیت و مسئله اینه که ما خیلی با هم، یعنی خیلی که نه، با هم تفاوت نظر داریم و سرگرمی هامون با هم متفاوته. خب حالا اول به من بفرمایید، تب کنید، هر دو چند سالتون عزیز؟ من 30 سالمه و همسرم 36 سالشونه. ایرانی هستن دیگه؟ بله. از کجا تلفن میکنید؟ من امریکا هستم و تازه اومدم، حدودا 1 ماه میشه. ایشون چی؟ بله، ایشون هم همینجور. نه، 1 ماه هر دو با هم اومدید؟ بله، با هم اومدید. خب هر دو چی خوندید و چه میکردید در ایران؟ ایشون دکترا دارن و ایران زندگی نمیکردن. در چه رشته ای؟ در رشته حمل و نقل. و در کجا زندگی میکردن؟ مالزی بودن. چه مدت ایشون در مالزی بودن؟ 12 سال حدودن. اوکی. و شما چی خوندید خودتون؟ من خودم واقعیتش رشته مهندسی مدیریت اجرایی خوندم، ولی متاسفانه ترم آخرم فیل کردم درسمو و مدرکمو نگرفتم. ولی چرا؟ یه کارهای دیگه انجام میدم. چرا نگرفتید، نخواستید؟ واقعیتش من زیاد نمیدونم، توی حال و هوای به قول خودم جوونی بودم و دوست داشتم بیشتر با دوستان باشم و اینا، درسمو ادامه ندادم متاسفانه. یعنی آخه آدم این همه راه بیان دبستان و دبیرستان و دانشگاه سال آخر ترم آخر رو تموم نکنه که مدرکش نگیره؟ متاسفانه، ولی توی زمینه های دیگه مشغول به کار شدم و حرفه های دیگه رو یاد گرفتم. به من بگید هر دو فرزند چند دومی؟ هر دو اول. از چند تا؟ از دو تا، هر دو. خب شما دومی پسر یا دختره؟ با چه فاصله این؟ پسر حدوداً 3 سال و همسرم هم دختره و حدوداً 1 سال. خب اینجا که آمدید برنامه‌تون این است که چه کنید؟ همسرم که مشغول به کارم، من خودم هم توی زمینه‌هایی که کار میکنم، تو زمینه‌هایی که حالا حرفه‌ای بلدم دوست دارم که کار. خب ایشون ظرف 1 ماه کجا کار پیدا کردن؟ ایشون قبل از این که وارد خاک امریکا بشیم کار پیدا کردن. تو رشته خودشون یا جدا؟ بله، توی رشته خودشون. شما میشه من بگید چه جور جایی یه کسی که دکترای حمل و نقل داره رو استخدام؟ یعنی ایشون 1 ماه آمدن در دانشگاه اینجا مشغول به کار شدن؟ بله. اوکی. خب چه خبر است بینتون؟ اختلاف نظر و سلیقه ها در چیه؟ واقعیتش من خیلی دختر پر انرژی ام و هی دوست دارم مثلا این ور برم اون ور برم، عکاسی کنم، موسیقی گوش بدم و حالا خیلی اینجور چیزا هابیا و سرگرمی های منه، ولی همسرم دوست داره مثلا هی دراز بکشه، هی بخوابه، هی استراحت کنه. و ایشون تو کار حمل و نقلن، قسمت حملش رو دارن ولی نقلش رو ندارن. نه متاسفانه، دقیقا الان هم همینجاست کنار من و صدای شما رو میشنوه. من دقیقا مسئله ما فقط سر همینه. خب جو تا آدم متفاوتی. آخه من نمیدونم، شما ایشون اهل برنامه های خارج از کارشون نیستن و شما هستید، درسته؟ بله تقریبا اینجوریه، ایشون خیلی به کارشون علاقه دارن ولی از اون طرف ترجیح میدن که میان خونه استراحت کنن یا نهایتا یه جا برن که سری برگردن خونه. خب وقت شما دلتون میخواد چی کارا بکنید؟ مثلا الان 1 ماهی که اومده تو امریکا. نه، این مسئله از الان، این 1 ماه نیست، این مسئله از زمانیه که ما ازدواج کردیم با هم و حدودا 3 سال میشه دیگه، 3 سال بله گذشته.
خب حالا اینجا که آمدید با توجه به این که تازه آمدید و بسیاری از چیزا تازه هستن، شما مثلا چه جور فعالیت هایی دارید که ایشون همراهی نمی کنن؟ اینجا که فعلا اولشیم و تمام تفریحمون خرید کردنه. من چیزی که دوست دارم اینه که عکاسی باشه. نمیدونم الان که خب عکاسی که فردیه، خب شما میرید دوست دارید به جای عکاسی. آره، یا مثلا که الان شب یلدا یه جشنی با هم بگیریم، یه آهنگی بذاره، یکم حالا شاید با هم برقصیم، یعنی همچین چیز ساده ای. ولی اون همش دوست داره استراحت کنه و بخوابه، زیاد اهل تحرک نیست اینجوری مثلا. خب حالا اگر یه کسی بهشون بگه که این کارا به خودی خودش هم برای آدم عادی میشه، هم بدن لذت بخش میشه، پس تو هم شرکت کن، پاسخشون چیه؟ من اینجوری دوست دارم و ما سرگرمی همون مثل هم نیست، آدم ها با هم فرق دارن. همشون که سرگرمی ندارن جز استراحت. بله دقیقا، من هم همینو میگم. خب هم متفاوتید عزیز. من میتونم گوشیو بدم بهشون با خودشون صحبت کنیم؟ آره فقط با دستوانه وقت کمی هست برای که. بله آره خوشحال میشم. من خدمتتون بزرگ باید. سلام آجیتو، از خودتون دفاع کنید. آجیتو من سالیان ساله در واقع ویدیوهای شما رو گوش میکنم و فکر نمیکردم خودم یه شب بیام پایه. حالا به من بگید که شما همسرتون شما رو به این که شما کارخانه خوابید، میرید کار، میرید خانه، میخوابید. بله آیدتر، من علاقه مندی های خاص خودم رو دارم حقیقتا. مثلا چه چیزاییست؟ بله مثلا من خودم شبگردی یا شب بیرون رفتن رو و مثلا رستوران رفتن رو برای خودم یه هابی میدونم. خب شرعی ایشون هم که خیلی خوبه، میتونم بیان. خانم من دقیقا از قبلش میخوان شروع کنن، از یه خورده روزتر. یعنی ما خدمتتون رو عرض کنم که تو این یک ماهی که اومدیم آمریکا خب انقدر درگیر ستر شدن بودیم. آخه شما اصلا وقت برای هیچ کدوم از این کارا نداشتی؟ الان نداشتم. بله الان نداریم واقعا، تو یک ماه نکردیم. ولی وقتی که خب جنوب شرق آسیا زندگی می‌کردیم اونجا، به خاطر انوایرمنتی که داشت، خب نایت لایف همیشه به راه بود و اینا. حتی ما هم البته چش نبود که ساعت 12 تا 1 بخوایم بیرون باشیم، نه بیشتر. حالا اونو بل کن چون وقت کمی است. خب الان که شما که اومدید که هنوز گرفتاری، الان اینجا در ایران میگید مشکل داشتیم، میتونم بفهمم، ولی حالا که اومدید اینجا فکر کنید چه مشکلی با هم پیدا میکنید؟ من واقعا این فکر کنم یک مشکلیه که از خانم من تو این 3 سال در واقع ذهنش بوده و یه جور اینجا که میکنم الان میخواستی اینو با شما کارو حال به من بفرمید. چقدر به هم علاقه من دید و هم دیگر رو دوست دارید اگر دارید؟ قطعا هست. من واقعا نمیتونم روش مقداری یا کمی باید کمی بخوام روش صحبت کنم. نه کمی نمیخوام، ولی من شما میتونید بگید خیلی خیلی دوستش دارم یا عاشقشم. یا بنابراین با جملات میشه گفت. ایشون فکر میکنید شما رو دوست دارن یا ندارن؟ بله من مطمئنم که علاقه ما دو طرفه و بسیار زیاد هست با هم دیگه. اوکی. میتونم تو این شک ندارم در حال حاضر. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ فکر میکنم متوسط باشه. البته خانومم معتقدن که خیلی زیاد نیست چون ایشون نه با کار زل نه فقط خوب و بد و متوسط شما. خب من فکر کنم که شما هر روز فقط در این رول بازی میکنید برای هم. یعنی خودتون نیستید. یعنی ببینید این نوع تفاوت ها آدم ها رو کنار هم قرار نمیده. اصلا همسر شما چیزهایی که دارن میگن که من علاقه مندم به این جور چیزا، بعد بار کارشون چه کردن، سال آخر رو ول کردن، بعد رفتن دوباره کارهای دیگه، بعد یه چیزی مثل عکاسی هنریست بسیار مهم و ولی یه ده آدم های خاصن با یه حق آزادی و انتخابی که دنبال این کار برن. برای این اگر به عنوان شغل میگیرن، این شغلیست که هفته 40 ساعت باید برش کار بکنن. حالا زمانش کمی چون مهمونی و عروسی که نیست، که اون یه قصه دیگریست. خب میتونن نه. کار بکنن، ولی چرا فکر کنن که شما باید پاشید راه بیفتید برای عکاسی با ایشون؟ بلات نمیدونم، نظر من در مورد عکاسیشون اینه که عکاسی بکنیم، ولی ایشون علاقه به نظر من اینه که علاقه مفرط به عکاسی دارن. و یعنی چی علاقه مفرط به عکاسی؟ یعنی فکر نکنین حتی به عکاسی به چشمه حرفه نگاه نمی کنن. پس چی نگاه؟
دوست دارم. نه اصلا کار ایشون چه الان از چه طریق ایشون درآمدی دارن؟ در حال حاضر تو یک ماه که چی قبلا که نه اصلا میخوان چیکار بکنن؟ میخوان از چه طریقی درآمد بیارن؟ قبلا تو کشوری که بودیم به معلم در واقع پری اسکول بودن و در واقع به بچهای اونجا بذار. خب حالا اینجا میخوان چیکار کنن؟ شغل و کار ایشون آره یا در همین زمینه یا اینکه در زمینه هنر هم فعال هستن و کارهای دیجیتال پینتینگ و اینجور چیزا رو انجام میدن و حالا هنوز ما وقت نشدیم براتون یک ماه دنبال کار ایشون باشیم هنوز خیلی. شما در چه مقطعی الان دارید درس میدید و چه درسی میدید؟ من الان پوزیشنم پست داک ریسرچر هستش آقای دکتر. پست داک ریسرچر. بله. در واقع من بیشتر کارم ریسرچ تحقیق هستش. در حال حاضر از وقت آمریکا اومدم. روی مقصودون از حمل و نقل چی؟ عبران هوایی، دریایی، زمینی، اصلا کل مسئله من... شهرسازی به شهر مورد رو بچی؟ درسته. من مجموعه در واقع اربن ترانسپورت درست کار. متوجه شدم. چون معمولا خب اون است که پدیده بسیار مهم و پیچیده ای است که میشه باش کاری کرد. نمیدونم به هر حال من اگر همسرتون میخوان به من بفرماین شما دوتا قرار روزی 8 ساعت کار خودتون بکنید، چون روزی 8 ساعت هر کار دوست دارن بکنن، یه روزی 6 ساعتی هم فرصت پیدا میکنید با هم و کنار هم باشید، خب باشید دیگه. بعدم شما نمیدونم اگر فقط اون زمان استراحت میفرمایید خب یه مسئله است، یعنی ما با یه همسر تنبل روبرو هستیم، ولی ایشون هم نمیدونم خب کجا برن. آقای دکتر اصلا من خدمتتون عرض کنم که ایشون کشور قبلی که بودیم خب ایشون یه مدت کار نداشتن خب، وقتی من از سر کار خب بعد از 6 7 ساعت 8 ساعت کار که می اومدم واقعا خسته بودم و درک میکردم ایشون رو هم که ایشون هم خب از تو خونه موندن خسته شده بودن. وقتی که خودشون سر کار رفتن و جفتمون دوا سر کار بودیم یه خورده هماهنگ‌تر شدیم حقیقتا و خب بالاخره وقتی از سر کار می اومدیم 4 5 ساعت با هم بودیم و میخوابیدیم و دوباره صبح که میشد روز از نو و روزی از نو. و الان هیچ ایده‌ای واقعا در مورد زندگی تو آمریکا هنوز من و ایشون. چقدر مطمئنید که میخواید تو آمریکا بمونید؟ والا فکر کنم 100% هست. اوکی، پس تصمیم شما این است که شما از چه طریق تونستید بیاد آمریکا؟ من از طریق پروگرامی که برای Outstanding Researcher هست در واقع برای NIW نه در حال شما یه مدتی باید صبر کنید ببینید که چه میشه با این سرعتی که آمدید که میتونید به اختلاف برسید. بذارید ببینید با گذشت زمان به هر حال محیط اینجا و شرایط و وضعیتی وجود داره چه گزینه‌هایی رو در مقابل شما میگذاره. برای شما باید یه کاری بکنید که همسرتون روزی در 12 ساعت مشغول باشن چون شما بتونید استراحت کنید. راهی دیگه ندارید. یه کاری باید بکنید که ایشون رو فرض کنید 9 تا 5 برن یه جا، بعدم 5 تا 8 هم یه فکرای دیگه بکنن، بعد 8 خسته بیان که حالا بتونید کنارم باشید. نمیدونم چی بگم حقیقتش. البته متاسفانه وقتی هم به اون صورت نیست. من فکر میکنم اختلافی که دارید میتونه موضوع بسیار بسیار جدی و مهمی باشه و یا میتونه فقط با یه جور قرار و مدارای حل بشه و پشت سر گذاشته بشه. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیرید که هر دوی شما مثلا 5 روز هفته 5 تا 10 ساعت آزادید، هر کار دلتون میخواد بکنید، شب هم میاد کناره. من نمیدونم همسرتون اون وقت گله و شکایتشون از این که شما فرض کنید زمینه هنری یا موسیقی یا هر چی ندارید، خب ندارید دیگه، ایشون هم میتونن برای خودشون داشته باشن. درسته. آجی تو فکر میکنین این اختلاف این در واقع به اون بالاخره کن از ما توی سیستم خاص خودمون بزرگ شدیم یا علاقه داریم؟ نه علامت خوبی نیست. بذار من نکته ارز کنم. مطالعات نشون میده بزرگترین زمان اشکال و اختلاف میان زن و شوهرها اون لیجر تایمه، یعنی اوقات فراغت. یعنی به همین جاست که شما وقتی دو نفر میرن سر کار میرن سر کار، شبا که با هم و شنبه شنبه دعوا میشه دیگه. بله. ما روزای دوشنبه اون زمانی که من کار تراپی میکردم میزان تلفن ها 5 برابر مثلا چهارشنبه بود، چون همینقدر که آخه آدم با ماشین پلوی تصادف میکنه دیگه، وقتی کناره هم وقتی از هم دوره که تصادف هستی دیده به دیگه بیاد، ولی الان هنوز خیلی خامه. ولی من حقیقتش اگر به شما بگم نمیدونم مسئله و مشکل دقیقا چیه،
چون ببینید زمانی است که زن و شوهر دو تا کار اینقدر مختلف و متفاوت دارن، یکی فرض کنید پزشکه، کسی بسا فرض کنید توی کار مارکتینگه، یعنی تو بازار است و مارکتینگ و تبلیغاته، خب هیچ سنخیتی با هم نداره، ولی خب اون کار خودشو میکنه، اون کار خودشو میکنه، ولی اون چیزی که زندگی مشترکه رو با هم دارن. بنابراین شما باید ببینید که در جهت اوقات فراغتتون شبها و شنبه و شنبه ها قراره چه کنید یا کجا باید برید. خواستید وقت دیگه بیاد که فرصتی باشه، اگر فکر اصلا مسئله است. اگر من حوصله‌تون سر رفته گفتید بذار یه تلفنی بکنیم یه حرفی بزنیم، اونم بد نیست، چون برخی از اوقات و یا سر به سر من بذارید یا یه سوالی رو به مطرح کنید. نه ممنونتون هستم، لطف کردید تلفن کردید، نمیدونم چند روز جدیه، ولی اگر واقعا دیدید جدیه، چون الان من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، جدیه لطف کنید تلفن کنید. ولی هر دو ولی برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. متشکرم دکتر، یلداتون مبارک. یلدای شما هم مبارک، شنگرجوان یلدای همگی مبارک.